بابک امامیان کارشناس مسائل بریتانیا از لندن همراه ما هستن. آقای امامیان خوش آمدید. خیلی ها بر این باورند که دولت بریتانیا به این فکر نکرده بود که بعد از برگزیت چنین مشکلاتی پیش روش خواهد بود. چقدر از این مشکلات به نظرتون ادامه خواهد داشت در روزها و ماهای آینده؟ من کاملا با شما موافقم. این مشکلات تازه این اولش از این اختلافات زیاد خواهد بود، ولی علت این اختلاف رفتی به ماهیگیری نداره. علتش اینه که یک مکانیزمی برای حل اختلافات وجود نداره. اگه ملاحظه کنید در اروپا یک دادگاهی هست به نام ECJ European Court of Justice که میشه دادگاه عدالت اروپایی که به این مسائل رسیدگی میکنه، ولی انگلستان از موقعی که از این سیستم از این مکانیزم در اومده دیگه برای حل اختلافات مکانیزمی وجود نداره. البته یه مکانیزمی به نام آربیتریشن یعنی سیستم داوری وجود داره که نه قدرت اجرایی داره نه حق صدور رأی داره. برای همین حل اختلافات افتاده دست سیاستمدارا، و وقتی حل اختلافات از قاضیا خارج میشه و میفته به دست سیاستمدارها، شما مطمئن باشید که مسائل گنده تر میشه، میتونه آخرش به جنگ برسه و هر طرف میخواد ببینه کی بیشتر میتونه به اون یکی زور بگه که دست بالاتر رو برای اختلافات بعدی داشته باشه. خب الان بین فرانسه و بریتانیا این اختلافی که هست، حالا این اختلاف همونطور که خودتون میگید بر سر فقط ماهیگیری رو فرض بگیریم، آیا یک اختلاف جدی است یا بیشتر یک سابقه تاریخی و اختلافهای سیاسیه؟ این اگه ملاحظه کنید برگردیم به چند هفته پیش که دولت انگلستان سر مسئله ایرلند شمالی گفت من اصلا قراردادی که امضا کردم قبول ندارم. از اون ور اروپایی‌ها دیدن که چیکار میتونن بکنن، چون اگه جایی نیست که برن، دادگاهی نیستش که برن و از اون شکایت کنن، دوباره باید اون سیستم داوری آربیتریشن بیاد. حالا سر همین مسئله فرانسوی‌ها یک تقاضاهایی دارن، یک ادعاهایی دارن، حالا من نمیگم درسته یا غلطه، ولی مکانیزمی برای حل این نیست. و الان شما همونطور که تو این برنامه بود که نیلوفر داشت نشون میداد، آقای مکرون برای خودش یه چیزی میگه، آقای جانسون یه چیزی میگه، خانم لیز تراس وزیر امور خارجه انگلستان یه چیزی میگه، همش صحبت از تهدیده. با اینکه این اصلا مسئله نیست که تهدید باشه، این اگر همون دادگاه عدالت اروپایی ECJ European Court of Justice اگه وجود داشتش در اینجا این حل میشد. حالا همین اروپایی‌ها به انگلستان گفتن که شما یه 5 سالی در این بمونید، ولی انگلستان نمیتونست در این بمونه چون اصولا برگزیت درباره سوورنتی حق حاکمیت بود. چطور میتونست انگلستان ادعای حق حاکمیت داشته باشه وقتی برگزیت انجام میده بعد در این دادگاه عدالت اروپایی باقی بمونه؟ بابک امامیان کارشناس مسائل بریتانیا ممنون از همراهی شما.